آیا شما هم درگیر تبلیغات بلاگرها در مورد واکسن گارداسیل که برای جلوگیری از ابتلا به زگیل تناسلی هسته شدید؟ ممکنه خودتون رو با آب آتیش کشته باشید که این واکسن رو تهیه کنید. سلام، به کانال یوتیوب دکتر خوب خوش اومدید. زگیل تناسلی از شایع‌ترین انواع عفونت‌های مقاربتی است. تقریبا تمامی افرادی که از نظر جنسی فعالن در طول زندگی خود حداقل به یک نوع ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV مبتلا شدن. HPV ویروسیه که منجر به زگیل تناسلی توی افراد میشه. زگیل تناسلی بر بافت مرطوب ناحیه تناسلی تأثیر میذاره و میتونن شبیه برجستگی‌های کوچیک باشن و توی بسیاری از موارد به قدری کوچیکن که قابل مشاهده نیست. برخی از انواع HPV میتونه منجر به زگیل تناسلی و برخی دیگر منجر به سرطان بشه. زگیل تناسلی توی خانم ها میتونه در قسمت دیواره های واژن، قسمت بین اندام تناسلی مقعد، مجرای مقعد و دهانه رحم رشد کنه، اما توی آقایون در آلت تناسلی بیضه و مقعد ایجاد میشه. زگیل تناسلی همچنین میتونه توی دهان یا گلوی فردی که تماس جنسی با فرد مبتلا داشته ایجاد بشه. بریم سراغ علائم و نشونه های زگیل تناسلی که میشه تورم کوچیک قهوه‌ای یا صورتی رنگ، ایجاد چندین زگیل کوچیک توی ناحیه تناسلی در کنار هم، خارش یا علامت ناراحت کننده دیگه در ناحیه تناسلی و خونریزی حین مقاربت. گاهی زگیل تناسلی ممکن اونقدر کوچیک و صاف باشه که به هیچ وجه قابل مشاهده نباشه و در مواقع نادر هم ممکنه زگیل تناسلی به اندازه و تعداد زیادی ایجاد بشه که در هر صورت شما باید به پزشک حتما مراجعه کنید. اگر میخواید بدونید چه کسانی میتونن در معرض این ویروس قرار بگیرن، باید عرض کنم که همونطور که در ابتدای ویدیو عرض کردم، اکثر افرادی که از نظر جنسی فعالن در برخی مواقع ممکنه به این ویروس مبتلا بشن. همچنین عواملی هم وجود داره که میتونه خطر ابتلا رو بالا ببره. عواملی مثل داشتن رابطه جنسی با افراد مختلف، وجود یک عفونت مقاربتی دیگه، داشتن رابطه با فردی که اطلاعی از سابقه جنسی اون ندارید، شروع فعالیت جنسی در سنین پایین، سیستم ایمنی ضعیف مثل داشتن ویروس HIV یا مصرف داروهایی که موجب سرکوب سیستم ایمنی میشه و مصرف سیگار. دوستان، HPV 30 تا 40 نوع داره که میتونه روی اندام تناسلی تأثیر بذاره، اما تعداد کمی از این موارد میتونه منجر به زگیل تناسلی بشه. این بیماری از طریق تماس پوست با پوست قابل انتقاله، به همین جهت به عنوان بیماری مقاربتی شناخته میشه. دوستان، قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفا همین الان لایک رو بزنید که کمک کنه افراد بیشتری بتونن ویدیو رو ببینن. بریم سراغ راههای تشخیص. برای تشخیص این عارضه پزشک سوالاتی در مورد سلامت عمومی و سابقه جنسی فرد میپرسه و معاینات فیزیکی رو هم انجام میده. توی خانم ها از اونجایی که این زگیل ها میتونن در اعماق بدنشون ایجاد بشه، ممکنه نیاز به معاینه لگن هم باشه. پزشکان گاهی از محلول اسیدی ملایمی استفاده میکنن تا با نمایان کردن زگیل ها بتونن راحت تر اون رو تشخیص بدن. و از دیگر روش های تشخیصی این بیماری میتونیم انجام تست پاپ اسمیر رو اسم ببریم. بعد از تشخیص ابتلا به این بیماری میریم سراغ راه های درمان زگیل تناسلی. با این حال که زگیل های قابل مشاهده با گذشت زمان از بین میرن، اما ویروس پاپیلومای انسانی ممکنه که در سلول های پوست باقی بمونه. در واقع به این معنیه که میتونه در طول زندگی شیوع داشته باشه. به همین جهت باید این بیماری کنترل بشه، چرا که احتمال انتقالش به شریک جنسی وجود داره. پس با این حال حتی اگه زگیل تناسلی قابل مشاهده نباشه، قابلیت انتقال به دیگران رو داره. ممکنه برخی از بیماران به دنبال راهکارهای درمانی باشن تا علائم رو تسکین بدن و علائم ظاهری رو به حداقل برسونن. اگر زگیل های قابل مشاهده با گذشت زمان برطرف نشه، ممکنه نیاز برداشتن اونها با جراحی باشه. روش های دیگه هم برای برداشتن زگیل ها وجود داره، مثل سوزوندنشون با جریان الکتریکی که در اتاق عمل انجام میشه، سرما یا انجباند زگیل، لیزر درمانی، برش زگیل و تزریق داروی انترفرون و راه های دیگه که حین عمل میتونیم ازش استفاده کنیم تا زگیل رو برداریم. بریم سراغ راه های جلوگیری از ابتلا به زگیل های تناسلی که مهمترین و راحتترین اون استفاده از کاندوم توی رابطه جنسیه.
همونطور که ابتدای ویدیو عرض کردم، چند وقتیه که واکسن به نام گارداسیل به بازار اومده و خیلی مورد توجه افراد قرار گرفته و حتی بلاگرها دارن اون رو تبلیغ میکنن. واکسن گارداسیل که ساخت کشور آمریکاست برای جلوگیری از ابتلا به ویروس های HPV و پاپیلومای انسانی که باعث بروز سرطان های رحم، مقعد یا سرطان ناحیه تناسلی میشن استفاده میشه. این واکسن باید در سنین نوجوانی تزریق بشه و در افرادی که سابقه رابطه جنسی داشتن تأثیر نمیذاره، یعنی حتما باید قبل از شروع رابطه جنسی تزریق بشه. این واکسن طبق تاییدیه سازمان کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا در محدوده سنی 11 تا 12 سالگی، یعنی قبل از شروع فعالیت جنسی قابل استفاده است. نکته مهم در مورد این واکسن اینه که این واکسن برای درمان بیماری‌های مقاربتی و زیگیل تناسلی قابل استفاده نیست، یعنی بیماری‌های مقاربتی رو درمان نمی‌کنه و فقط برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری‌ها استفاده میشه که اون هم بازه زمانی خاصی داره. راه حلی که میشه به جای واکسن از اون استفاده کرد اوزون تراپی هستش که حتما در یک ویدیو دیگه این روش رو با هم بررسی کنیم. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. ممنون میشم اگر پیجمون رو سابسکرایب کنید که مطالب بعدی رو از دست ندید.